سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن نشستید. جمشید شالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه میهمانان برنامه، چون شماره های پیشین تفسیر خبر بررسی و تفسیر خواهیم کرد مهمترین خبرها و رویدادهای ایران را، و نیز نگاهی میاندازیم به اوضاع منطقه و در عرصه جهانی آنچه را که مربوط می شود به ایران و مردم ایران. در ایران چند دستگی در مورد برقراری روابط بدون تنش با غرب به ویژه آمریکا و نیز در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سپاه پاسداران همچنان بر این نکته تاکید می کنند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید از خطوط قرمزی که پیش از این توسط رهبر جمهوری اسلامی بنیانگذار جمهوری اسلامی تعیین شده است از طرف آیت الله روح الله خمینی، باید این خطوط نادیده گرفته نشود. این سخنان مسئولان سپاه پاسداران در حالی ابراز می شود که جسته و گریخته گزارش های حکایت از آن دارند که در دولت آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، گفتگوهای پیرامون چگونگی مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده در ژنو درباره مسئله اتمی ایران در جریان است. در واشنگتن معاون وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی تازه خانم وندی شرمن گفته است از جمهوری اسلامی خواسته است که مواضعی همسان، در عمل همسان با آنچه که آقای روحانی گفته است، اتخاذ کند، گام های عملی در راه جلب اعتماد غرب بردارد. این دیپلمات آمریکایی از کنگره آمریکا خواسته تا برگزاری مذاکرات ژنو از تحریم های جدید، از برقراری تحریم های جدید علیه ایران خودداری کند. در عرصه منطقه‌ای اوضاع در سوریه همچنان وخیم است. کشتارهای تازه، سرگردانیهای تازه، مردم سوریه خارج از مرزهای این کشور و بمبارانهای تازه بشار اسد علیه مردم این کشور ادامه دارند. بیش از 100 تن از پناهجویان در یک کشتی که از تونس به سوی سواحل ایتالیا در حرکت بود در آبهای ساحلی تونس، آبهای ساحلی ایتالیا غرق شدند. هنوز سرنوشت صدها پناهجوی دیگر روشن نیست و نیروهای امداد ایتالیا در همین ساعت همچنان در حال جستجو هستند برای پیدا کردن جسد آنها که به زیر آب رفتند. در میان غرق شدگان گفته می شود چندین شهروند سوری نیز بودند. و امروز در آلمان سالگرد وحدت دو آلمان است، پیوستن آلمان کمونیست، آلمان شرقی، به آلمان فدرال آزاد. با من و شما هستند آقای مهران براتی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و در واشنگتن آقای اکبر عطری، تحلیلگر سیاسی و از مسئولان آموزشکده توانا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای براتی سلام به شما. بله سلام عرض می کنم خدمت بینندگان شما، سلام به ایران و سلام به شما. آقای براتی ما در ادبیاتمون بسیار داریم نشانه‌ای از این که همه جای گیتی سرای من است.
شما سالهاست در آلمان زندگی میکنید، در این کشور به هر حال بخش بزرگی از زندگی شما، مثل بسیار کسانی که ناخواسته مهاجرت کردند در کشورهای مختلف زندگی میکنند. امروز روز سالگرد وحدت آلمان هست، برای بینندگان میگم، شما که قطعا بیشتر از همه ما میدونستید. ببینید، آلمان دیگه صحبتی بود که هیچ مدلی بهتر از آلمان شرقی و آلمان غربی نبود. یعنی آلمان شرقی یک کشور عقب مونده یا عقب افتاده که هنوز که هنوز آلمان در این وحدت، غربی ها دارن آلمان غربی خرجش میکنن که برسوننش به همون سن. به ما بگید فرق چی بود؟ فرق آلمان شرقی که اونطور شد و فرق آلمان غربی، این چه داشت که اون یکی نداشت؟ خب دیگه این مسئله راز فاشی است که همه میدونن، اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی و عدم کنترل بر کنترل کنندگان و عقب ماندگی در تولید، به این علت که هیچ نوع رقابتی در صنعت و تولید و فروش و توزیع نبوده و نیستی، مشکل همه کشورهای کمونیستی بوده، رب به آلمان شرقی نداشته، در حالی که آلمان شرقی میشه گفت پیشرفته ترین کشور صنعتی اون زمان در دنیای کمونیست بودن. هیچ کس هم انتظار این که یک همچی وضعی پیش بیاد با آمدن آقای گورباچوف تمام سیستم و نظام کمونیستی از هم بپاشه در کوتاه‌ترین مدت ممکن، خب این یک خوشبختی بزرگی برای ملت آلمان بود که 23 سال پیش برصورت در اثر تغییرات بسیار سریع که در حزب کمونیست آلمان شرقی انجام گرفت، تصمیم گرفته شد که آلمان شرقی از قانون اساسی خودش بگذره، بپیونده به قانون اساسی آلمان غربی، که آلمان قانون اساسی آلمان غربی شاید بیشه گفت که پیشرفته ترین قانون اساسی است که من میشناسم. بخش اعظم اون رونویسی منشور ملل متحد و اون چیزی است که در برصورت در دیدگاه های آزادی خواهانه ملل متحد بعد از جنگ در هم پیوستنشون و نگرانی هایی که از تکرار دیکتاتوری فاشیست داشتن، در این قانون اساسی بسیار پیشرفته تبلور پیدا کرده و هنوز مشکلاتی وجود داره، ولی ملت آلمان در جمع خوشحال و خوشبخت هستن که تونستن به این آسونی وحدتشون رو پیدا کنن. به هر حال ما به شما به عنوان یک شهروند آلمانی ایرانی تبار تبریک میگیم این وحدت، آقای براتی عزیز. ما خوشحالیم و ایرانی ها فکر میکنم اصولا خارجی های آلمان در 23 سال پیش فکر میکنم آتششون بسیار تندتر از حتی خود آلمانی ها بود. لب مرز که ایستاده بودن گل میدادن به شهروندان آلمان شرقی که از مرز میگذشتن و این ور میومدن، خوشحالی فراوانی بود. ولی متاسفانه دولت آلمان غربی اونچنان قدردان و قدرشناسی خارجی ها نشد و قوانین حتی یه مقدار سختتر شد در قوانین خارجی ها. ولی به هر صورت با آمدن دولت عرشبت سبز و سوسیال دموکرات پیش از 8 سال پیش، 10-12 سال پیش، کاری قوانین خوب آمد و خارجی ها الان راضی هستن. خب من یک خبر یادم هست در اون زمان که وقتی که دیوار فرو ریخت اومدن این ور آلمان شرقی، یک شبکه تلویزیونی آمریکایی مصاحبه میکرد با افرادی که از آلمان شرقی اومدن، بلافاصله همون ساعت‌های اولیه از یک نفر پرسید که الان شما به جهان آزاد اومدید، میخوای چه کنی؟ چه میکنی؟ چه حسی داری؟ حرفی که زد برای من خیلی جالب بود آقای براتی. گفتش که من، ببینید، من میخوام برم. خیلی فرق داشت با حرف آیت الله خمینی که گفت هیچ وقتی که به ایران برمیشه. گفت ببینید، من میخوام برم توی اون کافه روبرویی بشینم آبجو بخورم. اون ور دیوار قبلی هم آبجو بود، اما بشینم اونجا آبجومو بخورم و خیالم راحته که دیگه پلیسی منو چک نمی کنه، زیر چشمای پلیس امنیتی آلمان نیستم، با خیال آسوده میتونم بشینم آبجومو بخورم بدون هیچ نگرانی از اینکه به خاطر عقایدم افکارم بازداشت میشم یا دستگیر میشم.
این حرف خیلی جالب، حرف یک آدم ساده آلمان احتمال. کاملا درست میفرمایید، همین حس عمومی بود. اصولا اینکه کسی بتونه از اون ور دیوار پا به خیابانی بگذاره که هیچ وقت ندیده بود یا اجازه رفتن به اونجا رو نداشت، از فیلم و تلویزیون میشناخت، یا فروشگاهی که اینجا بود. در غرب، در برلین یک فروشگاهی هست، اسمش هست فروشگاه غرب. اصلا در این فروشگاه میگن که از شیر مرتاجان آدمیزاد پیدا میشه. یکی اصلا از تفریحات بزرگ مردم برلین شرقی و آلمان شرقی این بود که بیان این ور برن هفت طبقه این فروشگاه رو با پله برقی و یه آسانسور برن بالا و پیان پایین، اجناس رو ببینن و نگاه کنن و فکر کنن که آزادن. این اصولا آزادی رو برابر گذاشتن با دستیابی به اون چی که مورد مصرف انسانی است بخش بزرگی از تفکر بود. به بخش‌های دیگر آزادی کم کم توجه پیدا کردن، آزادی مطبوعات، آزادی کتاب، آزادی انتشارات، آزادی رفت آمد. اینها مسائلی است که بعداً آمد. در وهله اول توجه متوجه این مسئله بود که چه چیزهایی رو در این 30 چند سال نداشتیم و الان میتونیم داشته باشیم، گرچه هنوز هم نمیتونن همه اونها رو داشته باشن. خب من قبل از اینکه بریم با آقای اکبر عطری عزیز ما در واشنگتن صحبت کنیم، یک سری این رو هم بگم. همون بعد از فروپاشی آلمان شرقی و کمونیسم و وحدت دو آلمان به رفاسه، اشپیگل با علی عبدالله ساله، آقای ولکارد عزیز، دوست و استاد بنده، نماینده اشپیگل در خاورمیانه که سالیان سالی در قاهره هست، فارسی هم میدونه، مصاحبه کرد با علی عبدالله ساله رئیس جمهوری یمن که میدونیم پیشتر دو یمن یکی شده بودن. حرف با نمکی که زده بود آقای علی عبدالله ساله در این مصاحبه، من چون صداشم شنیدم توی پیکه ضبط کرده بودم، گفتش که بله توصیه کرده بود به دولت آلمان که از طریق اشپیگل که بله شما تبریک میگم، اینی که دو آلمان داره یکی میشه شده آغازش چند روزه و این تبریکیه به این خاطر، بعد از تبریک ما یمنی ها این تجربه رو داریم و آماده ایم تجربیات خودمون رو برای وحدت پیدا کردن دو آلمان در اختیارتون بذاریم. سرانجام آقای علی عبدالله سالر هم دیدیم. به اتفاق آقای براتی عزیز میریم به واشنگتن، سلام میگیم به آقای اکبر عطری گرامی در واشنگتنی که دولت در واقع در حال نیمه تعطیله، یک مقداری کرکره ها رو پایین کشیده که در جریان است. آقای عطری عزیز، من هم سلام میفرستم خدمت هموطنان عزیزم تو سراسر دنیا، مخصوصا ایران، همچنین خدمت شما و مهمان گرامی. آقای عطری گرامی، یکی از نکاتی که در مورد همین آلمان که صحبت میکنیم، خیلی ها حکومت های ایدئولوژیک رو شبیه هم میدونن، عمل کردشون از جمله اشاره کردن که حکومت ایران هم یک حکومت ایدئولوژیکه که از نظر عملکردش بیشباهت به کشورهای حکومت‌های کمونیستی پیشین نیست. این برداشت تا چند اندازه، یا این تفسیر یا این تعبیر تا چند اندازه درست هست یا واقعیت؟ این به طور کلی خب این تعریف صحیحی هست. حالا صرف نظر از نوع ایدئولوژی‌ها دیگر ستیزن، اجازه نمی‌دهند حکومت در اصل تفکرات دیگری اجازه بروز و ظهور پیدا بکنن، و از این بابت خب جمهوری اسلامی ما شاهد هستیم که حتی در درون خودش هم چنین وضعیتی رو داشته، حتی اجازه نداده که گروه هایی که علی رغم اینکه سیاسی نبودن تو جامعه بتونند به فعالیت بپردازند، مثل دراویش و غیر ذلک. من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم در مورد آلمان شرقی و غربی و خیلی مطالبی که تو جامعه امروزی ایران صحبت میشه. وقتی که صحبت از معضلات و مشکلات کشور میشه، خیلی ها این یه فکر، نمیخوام بگم حالا فکر انحرافی برای که بخشش درسته، میگن که کشور ما وقت زیادی میبره، اگه ما میخوایم دموکراسی دست پیدا بکنیم هممون باید دموکرات بشیم، کار فرهنگی و غیر ذلک، و این معمولا استفاده میشه برای رفع تکلیف.
میخوام این نکته رو اشاره بکنم. شما نگاه کنید به کشوری که با سابقه تاریخی یک و در از یک کشور مثل یک سیبی از وسط نصف میشه، دو تا نظام سیاسی اقتصادی متفاوت برشون حاکم میشه، بعد از 50 سال شما کاملا دو تا کشور متفاوت میبینی. یه بخشش موتور اقتصاد دنیاست، به آزاد اقتصاد، آزاد مردم، آزادن و احساس خوشبختی میکنن. یه بخش دیگه که قرار بود که مردمش رو خوشبخت بکنه تبدیل میشه به یک زندانی برای مردم اون کشور، یک کشور عقب افتاده. هنوزم که هنوز خیلی ها باور دارن که مردم آلمان شرقی هنوز خیلی از اون آموزه های غلط آلمان شرقی، نظام کمونیستی رو دارن. میخوام این نکته رو اشاره بکنم که وجود خود نظام سیاسی، نوع نظام سیاسی چقدر میتونه در رسیدن و پیوستن یک جامعه به دنیای آزاد میتونه مؤثر باشه، خوشبختیشو مؤثر باشه، و چقدر میتونه بد بودن یک نظام سیاسی، چقدر میتونه یک کشور رو ولو کشور دموکرات باشه، پیشرفته باشه، تبدیل بکنه به یک ویرانه. آقای عطری، خیلی معتقد هستن یک وجه تشابه اینجور حکومت ها، البته مدل آلمان شرقی غربی همین الان هم هست، یعنی کره جنوبی هست که یک کشوری در عرض 20 سال به جایی رسیده که الان یکی از کشورهای تقریبا صنعتی جهان حساب میشه و پیشرفته، و کره شمالی که یک کشوری زیر یوغ یا سلطه یا حکومت کمونیستی. این هم یک مدل دیگه هست حی حاضر. اما گفته میشه اون چه که در این نظام های ایدئولوژیک مطرح هست، اصل و اساس حفظ حکومت هاست، حفظ نظام هاست، یعنی چه استالین، چه ماو، چه در آلمان شرقی، جاهای دیگه، چه در ایران، اصل اونه. حالا بعد آیا چه چیزایی مهم هست، مردم و مصالح مردم، و مردم بگه که موضوعی برای حکومت کردن برشون تلقی میشن، یعنی موضوع به اصطلاح حکومت هن، نه اینکه مصدر به اصطلاح قدرت. شاید به این شکل میشه گفت که صرفا فقط حفظ حکومت نیست، در اصل برای تحمیل یک نوع نگرش هست، یک شیوه زندگی هم هست. یعنی فقط جمهوری اسلامی دنبال این نیستش که جمهوری اسلامی پایدار باشه، دنبال این هست که مردم را هم مطابق با اون نرمها و نرمها و دیدگاه خودش یکسان بکنه، همراه بکنه. به خاطر همین هم هست شما میبینید که نظامهای توتالیتر و ایدئولوژیک سعی میکنن که لباس مردم را، نوع پوشش مردم را، رفتار مردم را به کنترل بکنن و اونها رو مجبور بکنن جوری رفتار بکنن که مورد تایید حکومت است. شما این رفتار را تو هم تو نظام‌های کمونیستی میتونستید ببینید، تو نظام‌های فاشیستی میتونید ببینید، تو کره شمالی امروز و تو ایران هم قطعا حکومت در صدد چنین برنامه‌هایی هست، و شاید خیلی فضای سیاسی اجتماعی امروز ایران را جدا میبینن. این به خاطر متفاوت بودن فضای جامعه ایران بود که حکومت نتونسته اون خواسته های خودش رو کامل به جامعه تحمیل بکنه. آقای براتی، الان برگردیم به خود ایران، مسئله اینه که خب موضوع حساس اتمی ایران هستش. به نظر میاد که این چند دستگی ها همچنان ادامه داره، یعنی به قول آیت الله خمینی به یک وحدت کلمه ای که حرف آقای روحانی باشه نرسیدن، صداهای مختلفی از جاهای مختلف میاد، سخنان مختلف از سپاه پاسداران، جناهای مختلف. چی هست؟ این اختلافات جدی است نیست؟ اگر اجازه بدید موافق نباشم با این نودید. فکر میکنم اتفاقا من نودید نیست، من فقط گزارش کردم. منظور از سوال بود، منظور این بود که سوال رو، پاسخ سوال رو به این شکل بدم که اتفاقا الان زمانی است که به دلایل بسیار گسترده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، شخص آیت الله خامنه ای، نیروهای زینف هلوهوشیشون، اون چی که بیت رهبری نام داره، و بخش بزرگی از
نیروهای دیگری که پایه و اساس نظام هستند در یک برداشت مشترک هستند، و اون این هست که ایران در خطر فروپاشی سیاسی قرار داره، ایران که نتونه مشکلش رو با غرب حل بکنه، ادامه وضع اقتصادی موجود سر به شورش و نارضایتی عمومی میکشه. این هشدار باشی که مرتب سپاهی‌ها دادن، و من فکر میکنم الان ما برای اولین بار شاید بعد از انقلاب دولتی داریم که آقای خامنه‌ای رأساً در کنار رئیس جمهور نشسته و وزرایی هم که از طرف ایشون در دولت آقای روحانی هستن حرف ایشون رو در دولت میارند و میگن، و دیگه احتیاج به این نیست یک حرفی رئیس جمهور بزنه پس فردا آقای خامنه‌ای حرف دیگری بزنه یا سپاه حرف دیگری. اگر هم از برخی از سران سپاه یا برخی نمایندگان مجلس از فراکسیون ارشد که مشخصی این حرفا زده میشه، اینا بیشتر جنبه های به سلام معمولی یک نظام نظامی مثل جمهوری اسلامی رو داره که به هر صورت یه نوع دموکراسی درون نظامی داره، یعنی نسبت به آدمای خودش امکان اظهار نظرهای گوناگون رو میگه، ولی الان سیاست غالب این نیست که به اصطلاح در مقابل اون چه آقای روحانی و دولتشون میگن یه دولت موازی یه کار دیگر انجام نه، مسئله دولت موازی نیست. ببینید این که شما تعبیر میکنین یک نوع دموکراسی است که افرادشون میتونن حرفای خودشون بزنن، حالا راجع به این تعبیر از آقای عطری خواهیم پرسید. دموکراسی در درون نظام رو شما بعدا خواهیم پرسید که توضیح بدین. خب در هر نظامی ممکنه در درونش یه حرفای مخالف با همدیگه هم زده بشه، این کلمه دموکراسی اون وقت اونجا میشه استفاده که، حالا این یک بحث بعدا صحبت شو میکنه. اما سوال من مشرف بر این هستش که وقتی آدمی مثل آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران صراحتا میگه که مکالمه تلفنی با آقای اوباما یک اشتباه تاکتیکی بود، یا مقام امنیتی بلندپایه‌شون گفته میشه که آغوش باز آمریکا بوی سیلی میدهد، اینها رو خب اگر قرار باشه که تعبیر بشه به اینکه خب یک دموکراسی داخل خود حکومت هست، آزادن حرفایی بزنن، این یه بحثه، همین چیز میشه توجیه کرد. اما اینها بیرون قضیه ایناست، اینا دست بره. مگر اینکه آدم اطلاع داشته باشه اون پشت آقای جعفری نشسته با آقای روحانی و بقیه گفته آقا ما با هم هستیم بریم ادامه بدیم. جناب شالنگی، اتفاقا چون سپاه پاسداران بیشترین ضرر اقتصادی رو از ادامه تحریم های موجود میبینه و دیده، خیلی کارشناسا خلاف این نظر رو دارن، معتقد هستن سپاه پاسداران استفاده میکنه. بندم اگر اجازه بدید نظر دیگری داشته باشم. من فکر میکنم که ببینید تمام تولیدات صنعتی کشور 80% دست سپاه هست. بله. این تولیدات الان در همه در حال رکود کامل، اصلا تولید نمی کنن. به این دلیل که احتیاجات اولیه وارداتیشون تامین نیست. سپاه میتونه سرمایه گذاری ها رو به سوی احتکار ببره، خرید و فروش ارز ببره و یا طلا خرید و فروش چیزهایی از این دست بکنه، ولی این سیستم اقتصاد سیاسی که سپاه پاسداران بنا کرده احتیاجاتش بسیار فراتر از این هست. این مسئله تا یه زمانی فکر در این بود که ما میتونیم استفاده بکنیم از این وضع. خب به نوعی استفاده هم کردم. ببینید در این که پول ایران بی ارزش شد در مقابل ارزهای خارجی، یک نتیجه این ورش این بود که سپاه سعی کرد صادرات رو بیشتر کنه. صادرات آهن ایران در عرض 3 سال گذشته به چین، ایران شد سومین صادرکننده آهن به چین. چرا؟ برای اینکه ارزان‌ترین آهنی که چین میتونست بخره از ایران میخرید به علت بی‌ارزش شدن پول ایران. ولی همه اینها کافی نیست برای سپاه، و همین دلیل هم فکر میکنم وقتی یک سپاهی که تمام موجودیتش
بستگی به ادامه این وضع داره که اقتصاد مملکت رو در کنترل خودش داشته باشه. و آقای خامنه‌ای هم هنوز در این مسئله ادامه اصرار داره که اینطور باشه. خب فکر میکنم اون چی که الان انجام میگیره اتفاق عجیب غریبی نیست که بیفته. ببینید الان چی قرار اتفاق بیفته. کمترین چیزی که غرب الان میتونه به ایران بده الان میده. سال 2005 غرب مسئله همکاری استراتژیک با جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. در ژوئن 2006 بسته تشویقی غرب به ایران اونقدر گسترده بود و اونقدر جالب بود که اصلا نمیشه تصورش کرد. الان از تمام اون که 2006 غرب حاضر بود به ایران بده باز مانده برای اینکه الان خرید و فروش طلا رو که ایران بتونه در ازای فروش نفت طلا بگیره یا تحریم بانک مرکزی مقداری آسان تر بشه و چیزهای از این دست. یعنی در حقیقت این همون آمدباتی است که آقای لاریجانی میگه. الان قرار چیز زیادی به ایران نمیده. بسیار. سپاه پاسداران میگه الان میخواد قانع باشه به این کمترین. آقای عطری عزیز، تفسیر شما رو میشنم. آنچه که سپاهیان در داخل حکومت میگن در روزهای اخیر گفتن، واکنش هایی که نشون دادن، این نوع دموکراسی است در داخل حکومت و نشانه اختلاف نیست، بازتاب اختلاف نظر در عمل نیست. والا ضمن احترام با آقای براتی باید عرض کنم که دو جمهوری اسلامی بیشتر شل کن سف کن هست. حالا تو حتی بین خودشون اگر بود که آقای موسوی و کروبی که الان زندان نبودن، ولی تا حدود این قابل قبوله که یعنی یک داخل خودشون یه حرفایی زده میشه. برگردیم به این، من موافقم با آقای براتی که سیاست نظام، آقای خامنه‌ای میخواد تحریم‌ها برداشته بشه و در اصل وقت این میشه گفت نظام، وقتی که میگیم آقای خامنه‌ای در کنار این سپاه پاسداران، نیرو مجلس و قوه قضاییه و همه اینها. منتها برگردیم به این طرف، شما صحبت‌های آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران را بخونید، ایشون گفته که این اشتباه تاکتیکی بود، قبل از این که یه سری امتیازاتی رو بگیره این گفتگو صورت گرفته، یعنی مخالفتی از اصل قضیه نیست. و آدم‌های دیگه که تو مجلس اینا مخالفت کردن، شما نگاه بکنید فضای عمومی مجلس فضای همراهی و قهرمانسازی آقای ظریف بود. و تو این چیز آقای ظریف مورد در از اعتماد و امین آقای خامنه‌ای است تو تیم آقای روحانی، از خود روحانی، و بی بالاتر رأی اعتماد را تو مجلس شورای اسلامی از نمایندگان راست و راست افراطی گرفته. این یه طرف داستان هست. من فکر میکنم که اصل نظام سپاه پاسداران، همونطور که آقای براتی هم اشاره کردن، اینا دنبال برداشتن تحریم هستن، رفع تحریم، به دلایلی که اشاره میکنم خدمتتون. یه روز تو سپاه پاسداران تو ایران اسکله غیرقانونی داشت، اینها از طریق اون سیگار، پارچه، نمیدونم، حالا بعضیا میگن که مواد مخدر، من در این خصوص نمیدونم اظهار نظر بکنم، باچاق میکرد. ولی امروز اقتصاد یک کشور 75-80 میلیون دست سپاهه، یعنی وضعیتی که اینا براشون پیش اومده از اون شرایط قبلی گذشته. خود سپاه پاسداران تو لیست تحریم هاست و با توجه به تحریم بانکی و حمل و نقل و بیمه و غیر ذالک، امکان هر گونه تحرک مالی رو ازشون سلب کرده. بنابراین این طبیعیه که خود سپاه پاسداران هم دنبال حل مشکل تحریم هست. این رو باید یه تفاوتی قائل بشیم بین حل مسئله تحریم با غرب و آمریکا، با رابطه با آمریکا. جمهوری اسلامی من فکر میکنم دنبال ایجاد رابطه با آمریکا نیست، دنبال حل مشکل تحریم با آمریکاست. و من فکر میکنم که آقای خامنه این تصمیم رو گرفته، اگر جریانات منتسب به اصلاح طلب و مخالفین و منتقدین، حتی اگر اونها مخالفت بکنن، شما مطمئن، حالا خیلی جالب، خوب نیست آدم به اطمینان صحبت بکنه، ولی با توجه به فکت هایی که وجود داره، آقای خامنه ای میخواد این مسئله حل بشه، چون همونطوری که اشاره شد تو صحبت های براتی، در اصل اینا جیبشون خالی شده،
امکان دیگه هیچ گزینه ای را ندارم و بنابراین تنها چیزی که هستش باید به یه جوری با غرب ساخت و پاخت بکنن. حالا سوال این هستش که شاید منتقدین و مردم ایران بعد خامنه‌ای و به حال تیم ایشون بپرسن چرا کشور را این همه مدت سر هیچی این همه هزینه را تحمیل کرده، در نهایت برای چی؟ بسیار خب آقای عزیزی، فقط پرسش اینه، چون شل کن صف کنم اشاره کردن، حالا خواستین توضیح بدین منظورتون چی بود دقیق، اصطلاحی که به کار بردین در برابر اون دموکراسی در درون حکومت. اما همون حرف آقای جعفری رو که میزنین، الان آیا وضعیت حکومت ایران، نظام ایران در شرایطی هست که برای حل مسئله خودش امتیاز هم بخواد؟ ببینید، همیشه تو مذاکرات این یک همیشه یک طرف نیست، باید طرف مقابل رام سنجی. الان اون چیزی که معلومه طرف مقابل مذاکره جمهوری اسلامی آمریکاست که رئیس جمهورش آقای اوباماست. آقای اوباما شدیداً علاقمند هستش که این مشکل را با ایران حل بکنه. بعید نیست که تو این مذاکرات امتیازی هم بگیره، ولی باید این مسئله را هم در نظر داشت. این امتیازات میتونه امتیازات نسبت به پیشنهادهایی که قبلا صورت گرفته بود پیشنهادهای حداقلی باشه، امتیازات حالا حداقلی باشه برای جمهوری اسلامی. این همونطور که اشاره کردم برمیگرده به طرف مقابل که با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن، اونها هم دنبال حل مشکل هستن و به نظر میرسه حاضرن یه امتیازات به جمهوری اسلامی بدن. آقای براتی، همین پرسش، چه امتیازاتی احتمالاً غرب آماده است؟ شما اشاره کردین که امتیازات پیشین خوب پیشنهادات بدی نبود، الان چی؟ در جمهوری اسلامی در وضعیتی هست که چون گفتن، اونها هم گفتن بدونشن، بدون هیچ شرطی ما مذاکره میکنیم. الان غرب اصلا هیچ احتیاجی به این نداره که بیشترین امتیاز رو به ایران بده برای حل مشکل، اتفاقا برعکسه. اون بسته پیشنهادی که در آلماتی پایتخت قرقیزستان داده شد سال پیش، در اون چیز عجیب غریبی نبود، در ازای اینکه ایران قلعه‌سازی 20% رو تعطیل کنه، سایت فردو رو برای مدتی ببنده، این مهمترین بخشش بود، این بود که تحریم به اصطلاح فروش طلا یا خرید طلا رو بردارن، یعنی ایران بتونه در ازای فروش نفت به جای ارز طلا بگیره اگر اینطور باشه. و دوم اینکه این تحریم بانک مرکزی رو برای اینکه بانک بتونه روابط مالی برای واردات و صادرات با دیگر کشورها داشته باشه، این تحریم رو هم بردارن. این دو مسئله بوده. حالا حتی تحریم بانک مرکزی رو هم در مرکز قرار ندادن. مسئله فروش قطعات یدکی هواپیماهای مورد احتیاج ایران در دستور بوده. اونجا هم اون چند نکته چای اون چند بسته ای که یا چند مسئله ای که میخواستن چند آوانسی رو که به ایران بدن، در مقابل اون چی که قبلا عرض کردم براتون در جوان 2006 به ایران ارائه شده بود، اصلا قابل بیان نیست، اونقدر کم است. علت اصلیش هم این هست که غرب از وضع ایران الان با خبر هست، میدونه که تحریم ها مؤثر بودن، خیلی طول کشیده این ادامه این تحریم ها. در ضمن هم بر این واقف هست که جمهوری اسلامی سیاستمدارانی داره که میدونن چه زمان باید جام زهر رو نوشید و چون آگاه به این مسئله که اون وقت اکنونه، احتیاجی به دادن آوانس زیادی نداره و به نظر من توافق بر روی این مسئله پیش خواهد آمد. ایران با غنی‌سازی 3.5% تا 5% توافق میکنه، اورانیوم غنی‌سازی 20% رو فعلا تعطیل میکنه، در مورد سایت فردو هم چانه خواهد زد. مسئله که باقی میمونه مسئله پارچین هست، یک که اونجا مشکل خواهد بود، مسئله دیگر مسئله تحریم هاییست که سنای آمریکا و کنگره آمریکا تصویب کردن. اون این تحریم ها را آقای اوباما نمیتونه لغو بکنه، ایشون حداکثر میتونه یک بار برای 80 روز
و یک بار دیگر هم برای 80 روز دیگر این تحریم ها رو موقتا لغو کنه، ولی تصمیم نهایی با کنگره و سنا خواهد بود. بنابراین دست آقای اوباما بسیار باز نیست برای به اصطلاح این که به سوی ایران گام های بزرگی برداره، این رو هم جمهوری اسلامی میدانه. خب آقای عطیه، صحبت کنگره شد، همین امروز خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا رفته به کنگره سنا و صحبت هایی که کرده. میدونید شما اینو قطعا میدونید که در وزارت دارایی آمریکا یک اداره ویژه است که نظارت میکنه بر تحریم های که به حساب متوجه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا. خب اونجا اتفاقا از حرفایی که زدن، یکی این که حکومت ایران صداقتشو باید نشون بده، مذاکرات ژنو که چند دیگه شروع میشه دور دومش باید یه گام‌های عملی برداره. از طرفی هم از خواسته از سنا که تا مذاکرات ژنو تحریم‌های دیگه ای رو برقرار نکنه. پرسش این هستش که اینی که این کارو میکنیم، اون کارو خواهیم کرد، این کارو بعدن میکنیم، همه اینا درست، اما در عمل آیا چطور میشه که جمهوری اسلامی این صداقت رو نشون بده؟ اشاره کردم آقای براتی، به هر حال اورانیوم غنی شده 20% وجود داره، اینو باید تحویل غرب بده. این نیستش که بذارن اونجا باشه میگه الان دیگه ما غنی نمی کنیم تا میذارن 20% خیال غربم راحت بشه. این اعتماد گام های عملی چه میتونه باشه؟ درها رو کاملا باز کنه مثل لیبی، مثل عراق یا هر چی؟ چی؟ ببین آیه چالنگی، جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار حرف زور نمیره، مگر اینکه این زور خیلی پرزور باشه، مگر سنبه پرزور باشد محمد زاهرشاه پاچه افغانستان. حالا این سنبه یا این زور خیلی پرزوره، یعنی این جمهوری اسلامی است که برگشته با یک تیم جدید میخواد این مسئله رو حل کنه. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی نمیتواند با شرایط فعلی، حتی اگر تحریم های جدیدی هم اعمال نشه، ادامه بده. این رو اگر در نظر بگیریم، از اون طرف هم غرب میخواد این مسئله از طریق گفتگو حل بشه. یعنی این دو تا چیزا رو در کنار هم میذاری. جمهوری اسلامی هم دنبال این نیستش که تمام تحریم ها برداشته بشه و بخواد مثلا با دنیای آزاد رابطش آزاد باشه، مثل یک کشور که به هر حال بپردازه به ساختن زیر ساختا غیر زاله. جمهوری اسلامی اون تحریم هایی که باعث در اصل به بن‌بست رسیدن شده، یعنی باعث شده که اون چرخ جمهوری اسلامی به مشکل مواجه بشه، دنبال رفع اونهاست. یعنی اگر تحریم مالی و نمیدونم نفت و اینجور مسائل رو بردارن، تحریم های دیگه اگه اعمال هم بشه براشون خیلی شاید به اون شکلی بله. یعنی براشون قابل قبول باشه که همه مشکلاتشون رو با غرب حل نکنن. یعنی فرض خب اگه میشه آقای عطری، یعنی الان خیلی کارشناسا به این نتیجه رسیدن، یعنی تفسیرشون اینجوریه، متکی بر اینه که الان وضعیت به جایی رسیده که این مسئله اتم ایران یا باید حل بشه یا نشه. خب اینا یعنی نمیشه بخشش حل کرد بعد اونم غربم بگه حالا اون بخشش حل کردیم، اینم این تحریم رو برمی‌داریم بقیه شده. خب جایی که خط قرمز غربه، که اون چیزایی که منجر به تولید سلاح هسته‌ای میشه، حالا من خیلی با چیزای دیتیل تکنیکی و تخصصیش نه وارد هستم نه وارد میشم، اونها رو جمهوری اسلامی کوتاه میاد، اون امتیازات رو به غرب میده و بدون اینکه، ولی همه این مسائل رو پشت سر شعارهای دیگر پنهون میشه که ما این حق رو گرفتیم، غربیا به رسمیت شناختن و ممکنه بخشی از اون پروسه غنی‌سازی که خیلی هم شاید خطر متوجه چیز نکنه رو نگه داره. صحبت اصل صحبت این هستش که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی میخواد این مشکل حل بشه، حداقل بخشش حل بشه، و غرب هم دنبال این هست. دلیل اینکه تحریم ها رو اعمال کردن و روز به روز انباشته کردن، اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به میز مذاکره بیاد، و این نشون از تمایل غرب هست برای حل این مسئله،
با از طریق مذاکره، منتها این دفعه دیگه این حد و حدود بدبستون رو بیشتر غرب مشخص میکنه و مخصوصا آمریکا، نه فرض بفرمایید سرکشی جمهوری اسلامی در مثل دوره احمد نژاد یا مذاکراتی که طی مدت اتفاق افتاده. به هر حال جمهوری اسلامی در طول حیاتش شیوه مذاکرهش هم با کشورهای غربی همین بوده، یعنی با آمریکایی‌ها الان 30 و چند ساله دارن مذاکره میکنن، خب به جایی هم نرسیده و کیس با کیس به یه جاهایی به هر حال توافق صورت گرفته، یه جایی نشده، ولی خب تداوم پیدا کرده حیاتش. آقای براتی، نظر شما رو، آیا فشارها فقط برای آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بود، یا اگر چنین بوده الان همینه، یا نه برای اینم هست به این مرحله رسیده که گام های عملی روشن شفاف قابل اعتماد برداره در مورد برنامه اتمیش؟ بله، قبلا یه چیز اصلاح کنم با اجازتون. من در مورد آقای اوباما میتونن دو بار، هر بار 120 روز تحریم های سنا و کنگره رو تعلیق بکنن، برای من قبلا 80 روز گفتم. اما در مورد فرمای شما، ببینید مشکل غرب با ایران واقعا هیچگاه مسئله غنی‌سازی اورانیوم نبوده، چون طبق قوانین بین‌المللی ایران این حق رو خود به خود داره. یک مشکل سیاسی بوده بر سر ادعایی که ایران در مدیریت جهان، در سرکردگی جهان اسلام، در نقشی که در کشورهای خاورمیانه برای خودش برای توسعه انقلاب قائل بود، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در کشورهای آفریقایی و جاهای دیگه، این نقش رو پذیرا نبود غرب و همین دلیل هم مسئله اتمی اهمیت پیدا میکرد. جمهوری اسلامی خودش رو در مقابله با اسرائیل و آمریکا میدونست به عنوان دشمن. اونها میخوان ایران رو نابود بکنن، بنده هم بایستی که طوری مسلح باشم کمچه امکانی نباشه. گرایش به این فکر که ایران باید سلاح از هسته‌ای داشته باشه از این ایدئولوژی توسعه طلبی جمهوری اسلامی برخواسته بود. بنابراین اگر الان غرب با ایران صحبت میکنه، فکر میکنه مقداری از اون مشکلاتش حل شده، یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته که امکان توسعه انقلاب اسلامی رو در منطقه خاورمیانه نداره. در چند چرا آقای براتی شما این رو بر چه اساسی میفرمایید که غرب به همچی اعتمادی رسیده وقتی که شواهد واقعی غیر از اینو میگه؟ خب من شواهد واقعی در این میبینم که به طور مثال در سوریه وقتی که جمهوری اسلامی از دست از حمایت فرد اسد میکشه و قانع میشه به این که حزب بعث سوریه در حکومت آینده نقش داشته باشه، نقش تعیین کننده داشته باشه، در یک مسئله هم حتی اشتراک منافع با آمریکا داره، نیروهای طالبان که از پاکستان به سوریه آمدن، نیروهای القاعده که از افغانستان و جای دیگه به سوریه آمدن، نیروهای سلفیستی افراطی که به سوریه آمدن، همه اینها آدرس های مناسب برای آمریکا برای گفتگو نیستن. همه این آدرس ها دشمنان جمهوری اسلامی هستن. یعنی در این مسئله که پشت میز مذاکره بعد از آقای بشار اسد چه کسان دیگری بنشینن، یک توافق نظری هم اتفاقا همینجا آقای براتی اجازه بدین قبل از که بریم به واشنگتن، ببینید اتفاقا اینجا این نظر مطرح میشه که شاید غرب، یعنی آمریکا، اداره دولت آقای اوباما به این نتیجه رسیده که ادعای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی، نه ایران بالقوه، یک قدرت منطقه‌ایه و میتونه شریکش باشه، برای اینکه هم قدرت داره، دستی داره در عراق، دولت عراق دولت بلافاصله وابسته به تهران هست، هم نقشی داره در سوریه و هم گروه های وابسته به خودش داره، در فلسطین داره، در جاهای دیگه داره. شاید به این نتیجه رسیده باشه، یعنی حرف جمهوری اسلامی شاید پذیرفته شده باشه عملا بدون اینکه تایید و تکذیب کنی، چون جمهوری اسلامی شاید از این زاویه است، نه اینکه فکر کرده جمهوری اسلامی دست از توسعه طلبیش برداشته باشه. جناب چالاکی،
جناب چالنگی، ببینید ایران نفوذ داره در کشورهایی که شما گفتید. این فرق میکنه با توسعه انقلاب اسلامی در منطقه. و از زمان آقای هاشمی رفسنجانی دو دید در شورای امنیت ملی بود. یک دید میگفت ما جمهوری اسلامی رو در چارچوب جغرافیایی ایران با توسعه اقتصادی حفظ کنیم، پابرجا باشه، نظام میمونه. یه دید دیگر این بود که ما بدون گسترش انقلاب اسلامی در خاورمیانه و پیدا شدن کشورهای دیگری با حکومت اسلامی که تکیه به ایران داشته باشن، ممکن نیست ما بتونیم جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم. فعلا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد نفوذش رو در این کشور و اون کشور حفظ کنه، حرفی برای زدن داشته باشه، موقعیتی داشته باشه. در ضمن به این مسئله رسیده که وضع موجود اقتصادی بدون توسعه اقتصادی در چارچوب جغرافیایی ایران امکان حفظ جمهوری اسلامی نیست. این دو تا مسئله جداگانه است. البته اسم دیگه هم داره این نفوذها، اسمش توسعه طلبی سیاسی هم گفته میشه. بله توسعه طلبی. اجازه بفرمایید آقای عطری هم تفسیرشون رو در همین زمینه بشنویم. آقای عطری خواهش میکنم. ببینید و برگردیم به اینکه به هر حال دلیل اینکه این همه غرب با جمهوری اسلامی در اصل مخالف بوده، یا از طرف برعکس برای مدت برعکسش رو میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی سر عناد داشته با غرب، اون چیزی که غرب رو همواره نگران ساخته مسئولیت ناپذیر بودن یک حکومتی است که رسما عملا تمام امکاناتش رو در اختیار جریانات و گروه های قرار میگیره میدهد که این گروه ها در لیست تروریست هستند، اگر اسلحه چیز میتونه درست بکنه در اختیار اونها قرار میده. به طور کلی یک عضو سازنده نبوده جمهوری اسلامی. حتی مذاکراتی هم که همواره با غرب داشته سر اینکه گروگان بگیره، یکی را سر اون گروگانگیری آزادی گروگان امتیاز بده، بده بستون داشته باشه. یعنی این نبود که جمهوری اسلامی دولت مرداش مثل یک آدم منطقی بره بشینه سر میز مذاکره بگه که خیلی خوب بیایید بشینیم این مشکلاتی که هست، مثل همه جای دنیا. مگه تو دنیا، مگه هر کشوری منطقه‌ای که نفوذ پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، مگه سر عناد پیدا میکنه با دنیا؟ نه، ما میبینیم که این برمیگرده به چیزای دیگه جمهوری، بیمسئولیت بودنش. و الان اون اتفاقی که اتفاقا ایران داره توی کشورهای دیگه میکنه، نمیدونم حالا بگیم اتفاقا اگه بگیم نفوذه، همون نفوذش برای صدور انقلاب چیزه، جمهوری انقلاب اسلامیه، ولی خب اینها دیگه رنگ باخته و این بحث صدور انقلاب اسلامی و اینجور مسائل، خود مرد و خود ایران هم جمهوری اسلامی با زور همین انقلاب اسلامیش رو نگه داشته و عملکرد جمهوری اسلامی اتفاقهای براتی نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی هم دنبال توسعه ایران نیست. اگه جمهوری اسلامی دنبال توسعه ایران و تبدیل ایران به یک مدل برای کشورهای دیگه بود، راهی را میرفت که ترکیه رفته، نه اینکه به جای اینکه توی کشوری که این همه فقر هست، این همه بزرگترین تولید کننده نفت بوده، یکی از بزرگترین کننده داره تبدیل میشه به کشوری که هرچی تولید بکنه باید مصرف بکنه، این همه بیکاری، ناامنی، آلودگی و تنها چیزی که انگوش گذاشته بره مثلا دنبال بحث هسته‌ای، حمایت دنیا. ببین شما کشورهایی که باش همکاری پیدا همکاری داره به عنوان پارتنر برای خودش انتخاب کرده، نشون میده که چنین سیاستی سیاست سازنده‌ای نبوده. حالا اون چی اتفاقی که افتاده، غرب سر مسئله هسته‌ای میتونست جمهوری اسلامی رو در اصل متوقف بکنه، افکار عمومی رو همراه بکنه، و از اون طرف جمهوری اسلامی هم برای مقلدین خودش، مدافعین خودش و بخشی از ناسیونالیستای ایرانی میتونست پشت سنگر مسئله هسته‌ای پنهون بشه. منتها این دیگه این بازی به چیز مراحل آخری داره میرسه که و جمهوری اسلامی چاره ای نداره که بشینه با غرب صحبت بکنه و غرب هم این کار را میخواد. اگر غرب مایل نبود، من توضیح دادم
نه این امکان را میداد، یعنی دنبال تحریم نبود، تحریم را برای مذاکره انجام داده. فراموش نکنیم که دوباره آقای اوباما به روحانی زنگ میزنه، ولو اینکه این درخواست از سوی هیئت ایرانی طرح شده باشه. این نشان دهنده تمایل غرب هست برای حل مشکل، منتها با در از خطکش و خط مشی که غرب تهیه میکنه، نه آقای خامنه‌ای تو تهران. آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعارهای این مذاکرات را تعیین خواهند کرد. و ما اگر میبینیم که امروز تو مجلس یا تو کوچه خیابون یه عده‌ای معترض هستن، شما اگر خاطرتون باشه وقتی که آقای خمینی هم جام زهر جنگ را به سر کشید، خیلی از همین افرادی که خودشون رو زوب در آقای خمینی میدونستن، سرباز ایشون میدونستن، اول پذیرشش براشون سخت بوده، چون همه چیز رو کرده بودن این که شما با عراق بجنگید، همه چی اگه اصلا همه چیز شده بود جنگ با عراق. حالا یک شب آقای خمینی جام زهر را سر کشیده بود، ولی خب تو شرایطی بود که تحمیل کرده بود آقای خمینی این کارو بکنه، و چنین شرایطی برای آقای خامنه ای پیش اومده. خب طبیعیه یه عده‌ای هم که خیلی تو باغ نباشن یا حتی خود حکومت بخواد که این اتفاقات بیفته اینها، ولی اون چیزی که معلومه سیاست آقای خامنه ای، آقای خامنه ای میخواهد با غرب سازش بکند، از موضع پایین هم داره سازش میکنه، به کشور هزینه هنگفتی رو تحمیل کرده و متاسفانه بهبه و چهچه کردن خیلی از نیروهای در از تحولخواه منتقد باعث شده که آقای خامنه‌ای پاسخگوی ویرانیگری های سیاست های چند ساله خودش در کشور نباشه و بره با غرب برای سازش بر سر بقا و خروج نظام جمهوری اسلامی از این بنبست. و من فکر میکنم که منتقدین باید به این مسئله توجه بکنن که باید این مذاکرات خواست عمومی، مشکلاتی که برای محدودیت هایی که برای مردم به وجود اومده، حتی صدماتی که مردم از این تحریم ها دیدن، غرب مدیون هستش که مطالبات مردم ایران را در کنار مطالبات حکومت ایران مد نظر قرار بده و فشار بیاره که جمهوری اسلامی اونا را هم گشایشی تو داخل داشته باشه. توسعه طلبی جمهوری اسلامی، توسعه طلبی سیاسی جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دیگه نفوذ، گسترش نفوذ سیاسیش در منطقه جنبه ملی منطبق با مساله ملی نداره. گفته آقای عطفی، آقای خامنه ای از موضع ضعف برای حفظ و بقای حکومت و نظام خودش هست که تن به مذاکرات میده با غرب و با آمریکا نیست. و سه، اینکه منتقدین باید بخوان مذاکرات همه جانبه باشه، در زمینه‌های مختلف نیست. سخن آقای عطفی، تفسیر شما رو میشنویم آقای. بله موافقم، من با جناب عزیز موافقم. بله ایشون جنبه‌های گوناگونی رو از مشکل رو هم شکافتند و گفتن، فقط در یه مورد اجازه میخوام خیلی موافق نباشم و اون مسئله ترکیه و ایرانه. مدل ترکیه نمیتونه مدل ایران باشه، چون ترکیه مدعی ابرقدرت بودن، مدعی مدیریت جهان نیست. جمهوری اسلامی خودش رو یک نوع قطب قدرت در مقابل عوض میخوام. آقای براتینا چرام قطع کنم حرفایی آقای عطی، اون طور که من برداشت کردم نگفتن که ایران باشه، گفتن اگر جنبه ملی میداشت یک بلده. مدل مثل ترکیه میتونست باشه، نه اینکه لزومن اون، درست؟ منم همینو دیدم که میگم جمهوری اسلامی نمیتونه اصلا مدل ترکیه رو دنبال مدل ترکیه باشه، چون ادعای دیگری داره. خودش رو قطبی در مقابل روسیه و چین، یک طرف در مقابل با آمریکا و اسرائیل میبینه، یک قطب بزرگ جهانی اسلامی میدونه که پایه‌گذار یک حرکت اسلامی در ابعاد جهانی شده. ادعاهایی هم که تالا داشته بر این مبنا، این ادعای خانمان برانداز جمهوری اسلامی که این همه صدمه به ما زده، درست از این دید برخواسته. این در بسیار در تضاد با فرمایشات ایشون نیست. بله هر سه نکته‌ای که شما گفتید و ایشون گفتن درست هستن و من تایید میکنم. آقای عطری، بنابراین آیا امیدی میره که این نکته، همین مذاکرات اگر بابش باز بشه، یک جلب اعتماد بشه و بعد گسترش پیدا بکنه به مسائل دیگه مربوط به ایران،
یعنی شما به منتقدین خورده که نگرفتید، یعنی پیشنهاد کردید. چه پیشنهادی دارید که چه باید بکنن منتقدین که این موضوعات دیگه مثل حقوق بشر در ایران، مثل همین بچه های نازنینی که کنار خیابون هستن، میبینیم دختر نازنینی که در چشمانش هیچ نوع فروغ، هیچ نوع امیدی نیست، دختر نازنین ایرانی کنار خیابون داره چه میفروشه برای یک لقمه نان؟ چه باید کرد؟ چه باید بکنه؟ ببینید، اول از اینکه اتفاقی که میفته اصلا میشه به یک اتفاق مثبت تلقی کرد، با نگاه مثبت داشت به مسئله، و اینکه جمهوری اسلامی در طی 8 سال گذشته یک فضای ترس و یأس و ناامیدی تو جامعه درست کرده بود، کسی از ترسش دهنشو باز نکنه، حرف نزنه، خودش امروز به خاطر مشکلی که برخورده سعی میکنه این فضا رو بشکنه و تو دنیا بفروشه که تو ایران اینجوری نیست، فضا باز شه. به هر حال این با تأثیر روانی زیادی تو جامعه ایران داره، مردم از اون یأس و افسردگی در اومدن، یک امیدی پیدا کردن، این به هر حال یه فاز خوبیه و میتونن خب از این فضا استفاده بکنن برای دوباره درست کردن، بازسازی اگر حزبی داشتن، بازسازی اعصابشون، گروه های دانشجوی، غیر ذالک، مطبوعات، اینا میتونن فعال بشن، دوباره بازسازی کنن صدماتی که در طی دوره احمدی نژاد بهشون وارد شده. در مورد منتها در مورد بیشتر شاید خیلی از این حرفا کسایی که تو داخل هستن نمیتوانن بی‌پروا سخن بگوین. کسی که تو زندان هست، کسی که تو داخل کشور مینویسه، نمیتونه بیاد بنویسه بگه که آقای اوباما، آقای مثلا کشورهای مسئولین کشورهای غربی، شما از این تحریمات و مردم ایران هم صدمه دیده. اگر امروز این تحریم ها جواب میده، باید خواسته ها و مطالبات مردم ایران را هم در کنار اون بگنجونید و این محقق نمیشه با همصدا شدن و درخواست کردن فشار از طریق افکار عمومی. متاسفانه فضایی که تو فضای رسانه خارج از کشور شکل گرفته به این صورت هستش که همه تبدیل شدن به به‌به گویان و چهچه گویان سیاست هایی که آقای خامنه ای و تیم ایشون از همه البته نیستن، من اکثریت غریب اتفاق درسته، من تصدیق میکنم و این به نظر من کمکی نمیکنه. حتی اگر فرض بفرمایید به خواسته ای که دارن که آقا این مذاکرات نتیجه بده، این سازنده نیست، برای اینکه آقای خامنه‌ای به خاطر اعتراض اینا یا حمایت اینها این مسئله نداده. بهتره که اینها به خواست مردم رو، خواست خودشون رو مطالبه کنن. بسیار سپاسگزار هستیم آقای براتی گرامی، امیدواریم در برنامه آینده این بحث رو با آقای عطفی ادامه بدیم. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای مهران براتی گرامی، کارشناس امور بین الملل و پژوهشگر، آقای اکبر عطفی از بنیانگذاران آموزشکده توانا، بازپخش این برنامه رو چند ساعت بعد میتونید ببینید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر برای کودکان ایرانی، کودکان نازنین ایرانی که برخی از اونا رو در کنار خیابون میبینیم دست فروشی میکنن، فرزندان نازنین ایران زمین، صاحبان اصلی سرمایه های ملی ایران، نفت ایران، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تا بشان ایران. We'll be right back.